خب زمانی که شما دارید میگید که من هیچ کاری نمی کنم یا برای انجام دادن کارها و فعالیت های اقتصادی یا برای اینکه بخوام به این نفر پیشنهاد بدم که وارد دوستی بشم پا جلو نمیذارم و اقدام نمی کنم و همش دوست دارم که یه نفر دیگه ای این کار رو بکنه شروع کننده یک فعالیت تجاری باشه و من به عنوان شریک بهش اضافه بشم یا یک فردی بیاد به من پیشنهادی بده و من وارد رابطه بشم. باید یادتون باشه که همه این کارهایی که شما میکنید و در واقع رفتارهایی که شما دارید انجام میدید مستاقی از مکانیزم اجتنابه یعنی شما دارید اجتناب میکنید از نزدیک شدن به یک استراب درونی در واقع زمانی که شما فعالیت های داوطلبانه ای از قبیل اینکه به این نفر پیشنهادی برای دوستی بدید یا از قبیل اینکه کار و فعالیت تجاری رو به صورت مستقل شروع بکنید نادیده میگیرید این به این علتی که اون فعالیت ها در شما ایجاد یک استراب یا ایجاد یک تنش درونی رو میکنن و در نتیجه مکانیزم شما میشه اجتناب که با اون استراب درونی روبرو نشید در واقع دقیقا مثل این میمونه که تصور کنید که شما در یک خانه دارید زندگی میکنید که بیرون این خانه مثلا یک حیوان درنده وجود داره خب مسلما شما از رفتن به بیرون خانه اجتناب میکنید و علاقه به این نخواهید داشت که وارد دنیا و محیط پیرامونی خودتون بشید حالا مسئله اینجاست که در زندگی فردی شما این حیوان درندهی که در بیرون بوده تجارب اولیهیه که در راستای روبرو شدن با ارزای نیازهای خودتون شما پیدا کردین یعنی در فرایند رشد شما در راستای ارزا کردن نیازهای خودتون یک آسیبی دیدید زمانی که این آسیب رو میبینید شما یاد میگیرید که ارزای نیازها مساویه با آسیب دیدنه پس در راستای ایجاد آسیب کمتر شما از مکانیزم اجتناب استفاده میکنید که اصلا من نرم نیاز ها ارضا بکنم حالا این نیاز میتونه جنسی باشه میتونه اقتصادی باشه میتونه نیاز به کار باشه نیاز به در واقع تحصیل باشه یا هر چیز دیگه فراخور سن شما و موقعیت اجتماعی و مکانی که دارید با توجه به رشد در مسیر زندگی با توجه به افزایش سنتون این نیاز تغییر میکنه اما چیزی که تغییر نمیکنه مکانیزم پاسخدهی شما برای ارزای این نیازه که همون مکانیزم اجتنابه چرا این کارو میکنید چون هنوز اعتقاد دارید که اون اتفاقی که در فرایند رشد برای من شکل در فرایند رشد در من شکل گرفته و در فرایند رشد برای من اتفاق افتاده میتونه دوباره تکرار بشه کدوم اتفاق اتفاقی که آسیبی که در فرایند ارزای نیازهای من در من رخ داده پس من حالا در ناخودآگاه خودم تصور میکنم هر اقدامی جهت ارزای نیازهای من مساویه با آسیب میشه حالا زمانی که من تلاش برای ارزای نیازهام میخوام بکنم در من استراب ایجاد میشه و استراب هم زنگ خطری است برای اینکه به شما بگه آسیب در راهه در نتیجه ما اینجا چی متوجه میشیم؟ ما متوجه میشیم این یک مکانیزم رفتاری است که به علت فرایندهای رشد شما در شما شکل گرفته پس اگر شما میخواین این مسئله رو حل بکنید به جای اینکه بخواین در جستجوی این باشید که چگونه من باید مثلا برم سر کار یا چجوری میتونم پیشنهاد بدم یا کارهای اینجوری بکنم باید شما سعی بکنید دو تا کار رو انجام بدید یک اون فرایند های رشد نامناسب که در شخصیت شما شکل گرفته رو ارزیابی بکنید پیدا بکنید و با حل کردن اون فرایند های در واقع ناسالم رشدی یعنی اون اتفاقات و تجارب اولیه‌ای که در راستای پاسخدهی به نیازها در شما شکل گرفته با حل کردن اون تجربه های ناسازگار اولیه اقدام به از بین بردن در واقع احساس استراب و اقدام به از بین بردن اون ناکامی درونی خودتون بکنید و در گام دوم باید چه کار بکنید؟ در گام دوم باید پاسخهای خودتون رو یعنی مکانیزمهای ناسالمی که برای روبرو نشدن با اون آسیب در پیش گرفتین رو تغییر بدین و مکانیزمهای دفاعی یا مکانیزمهای ناسازگار اولیه رو جایگزین بکنید با مکانیزم های سازگار ثانویه که در روند این در واقع رشد جدید در شما شکل گرفته شکل خواهد گرفت پس شما باید این کار رو انجام بدید که اگر بخواین از نظر علمی بیاین یک تغییری در خودتون ایجاد بکنید باید این کار رو بکنید و در این مسیر باید حتما یعنی توصیه من اینه که از یک متخصص کمک بگیرید که بتونید این مسیر رشد رو در واقع این واکاوی خیشتن رو به درستی انجام بده.